صبح بخیر پدر. صبح بخیر. پدر، بالا خیلی سردادم یخ میزنه. میدونم پسر جون. اصلا نمیشه خوابید. خیلی ناجوره، لطفاً یه کاری بکنید. برای همینم من مرتب بهت میگفتم باید یه کاری بکنی، یادته؟ شما میخواین بگی من درستش کنم؟ خب معلومه. شما سه نفر اون بالا میخوابین، درسته؟ و مردشون هم تویی، پس به خودت مربوط. خیلی خوب، یه مقدار پول به من بدین، باید حساب کنم ببینم چقدر میشه. اگه پول بود که مشکلی نداشتین. کار مرد اینه که بدون پول مشکلش رو حل کنه، مرد حسابی. مرد؟ ولی من که هنوز بچه‌ام مرد نیستم. درسته که هنوز بچه‌ای، ولی مردم هستی. تو خودت نمیدونی. وقتی بهت میگم مردی، مردی دیگه. منم روی تو حساب میکنم. باید یک کاری بکنی مرد. باورم نمیشه به من میگم مرد. خیال میکنم بچه دارن گروه. از سرزمین شمالی دارم امشب بیام پیش شما. چطوره؟ به نظرم شام ماهی داشته باشه. عالیه. پس سعی میکنم سر شام خودم رو برسونم. آقای سوتا خانم تسولارارم با خودت میاری؟ نه فکر میکنم. یه لحظه صبر کنی. چیه؟ ما هم سوار کنی. آخه خسته شدیم تا خونه خیلی راهه. یه گاز بدی ما رو رسوندی خونه. نه نمیتونم. خیلی کار دارم. صبر کنی. بس آقایم یکم با موتورتو چرخ بزنی. چون دیرم شده همین یه چرخ کافیه. چقدر حیف شد، خیلی دلم میخواست سوار اون موتور بشم. بیا هرکن. بله، منو صدا کردی؟ بله، بیاین اینجا. بله. یه خانمی کارتون داره، از توکیو اومده. اینم کارتشه. گفتی یه مددکار از توکیو اومده؟ بله، یه خانم. برای چی؟ فکر کنم مربوط به همسر گروه باشه. گفتی تو دفتر انبارن؟ خیلی خلاصه و بی‌پرده شروع می‌کنم. الان مدتیه که از جدایی تقریبا طولانی شما و همسرتون میگذره و شما انگار نه انگار که در توکیو همسری داری.
آیا بعد از این جدایی به این فکر نیفتادین که مجدداً آشتی کنین و زندگی مشترکتون رو از سر بگیرین؟ فکر نمی کنین بچه ها چقدر خوشحال خواهند شد؟ بالاخره آخرش چی؟ تصمیم داریم به این سکوت بین دو زندگی ادامه بدیم؟ یا اینکه انتظار تمام گذشته رو از طرف همسرتون داریم؟ آیا این نوع رفتار شما نشانه عدم آشتی و قصد به طلاق دادن نیست؟ تصور میکنم تا اینجا برداشت من درست بوده. بسیار خوب. پس ناچار میپردازیم به طرف دیگه مسئله. شما به سرپرستی درست سعی بچه ها فکر کردین؟ آیا در زندگی مشترکتون شما از بچه ها مراقبت میکردین؟ در رابطه با مدرسه رفتن، تربیت و کلن تحصیلشون شما نظارت و کنترل داشتین؟ یا اینکه این امر مهم به عهده مادرشون بوده؟ به گواهی همسایگانتون در توکیو 90% کارهای بچه ها به عهده مادرشون بوده و طبیعه که بچه ها به مادرشون بیشتر علاقه نشون میدادن تا به شما. آیا بچه ها به میل خودشون به اینجا اومدن یا اینکه خواست شما بوده؟ آیا این خواست شما نبوده که بچه ها رو از دامان گرم مادرشون جدا کردین؟ هیچ به عاطفه و میل بچه ها فکر کردین؟ ولی با بچه ها هنوز خیلی کوچیکن، نمیتونم. پس این به خواست شما بوده، شما اونا رو آوردین اینجا به میل و اراده خودتون، درسته؟ خب من میخوام یه سوال دیگه هم از شما بکنم، مربوط میشه به نامه هایی که مادرشون فرستاده. در طی این مدت همسر شما چند تا نامه به آدرس بچه ها فرستاده، البته از طریق شرکت کازو ناکاهاتا، در شرکت چوب ناکاهاتا. تصور میکنم این نامه ها به دست شما رسیده. آیا این نامه ها رو شما دریافت کردین؟ بله. اون نامه ها به دست بچه هاتونم رسیده، نه؟ بله. و حتما نامه ها رم خوندن، درسته؟ بله. خوشحالم که اینو میشنوم. همسر شما با نامه ها پاکت جوابم فرستاده، ولی هیچ خبری ازشون دریافت نکرده. بنابراین نگران بود که مبادا نامه ها نرسیده باشه. میتونی چیزای دیگر رو ببری، هرچی میخوای وردار رو بر هوکایدو، هرچی رو. ولی بچه ها نه. اونا فرق میکنن. مبل اساسی نیستن که از اینجا برشون داری ببری جای دیگه و هیچ اتفاقی هم نیفته. اونا رو من به دنیا آوردم، براشون زحمت کشیدم. ولی تو چی کار کردی؟ بچه همو نبرخواهش میکنم.
سلام، برگشتی؟ آره. جان، اون بالاست؟ نه، هوتارو اونجاست. جان رفته خونه تاسومی تلویزیون نگاه کنه. باید در این مورد بهش هشدار بدی. دیگه آتیش کافیه، بهتر امشب خاموشش کنم. دلم میخواد ببینم خوب شده یا نه، نمیتونم صبر کنم. پدر نگاه کنین، همش کار خود منه. خوب شده؟ آره دختر خوبم، منم کمکت میکنم. متشکرم. یه میخ بده. با توه مرد. آماده باشین که اومد اولین محصول. بای اون شب پدرم غذاهای دودی رو بیرون آورد. این سومین بار بود و ما عادت کرده بودیم. البته تو همشونم بد نبود، ماهی ها خوشمزه تر بودن. حالا دیگه در نمک زدن، بسته بندی گوشتا، سوزوندن هیزم و آویزون کردن اونا از درخت ما تخصص پیدا کردیم. کیکو، در این مورد هر سوالی دلت خواست میتونی ازم بکنی. اینجا یواش یواش روزا دارن کوتاه‌تر میشن و سردتر. ساعت 5 هوا کاملا تاریک میشه. خانم مقررات تولید یعنی این که وقتی که یعنی که بلد نیستی. یعنی وقتی یه گاو زیاد شیر تولید میکنه مامورین شرکت میان رنگ قرمز بشه. سومی میتونی یه مثال بزنی؟ بله خانم، در مورد چغندر قندم همین قانونه. این مقررات چیه؟ اجازه ندارن محصولو ببرن. اگه ببریم چی میشه؟ میریزنش دور. بچا ساکت باش، شروع نکنین. اگه تونستی این کارو بکنی ببین. در مورد پیازم همینطوره خانم. بله فرق نمیکنه. ولی خب میشه اونا رو خورد. مردم برای تولید اونا سخت زحمت کشیدن. به نظر شما این تلف کردن نیست؟ چرا حرف منو؟ تو چی میگی جون؟ نمیدونم. وقتی میری به سوپرمارکت جنس های تیکت قیمت دارن، درسته؟ بله. خب اگه اونایی رو که دور ریختن ورداری برات مجانی در میاد. چرا همه نمیرن اجناس مفت و مجانی رو بردارن؟ پدر محلوی که دور ریخته شده ورداری. آه پس شما مجانی ها رو برمیداری؟ مردی که بابا دهنه تو ببن. اینو چی میگی؟ تو چی میگی؟ من که حرف بدی نزدم. اجازه ندارن این کارو بکنی. برای چی اجازه ندارن؟ چرا؟ خب خانم جون، کشاورزا فقیر میشن. چه فرقی میکنه؟ کسی که استفاده نمیکنه. پس بهتره به جای از بین رفتن محصولات به این ترتیب ازشون استفاده بشه. اون روز بعد از مدرسه در موقع رفتن به خونه برای اولین بار اون خانم رو دیدم. تو باید جون باشی، درسته؟ بله. و اما تو، اسمت هوتارو نه؟ چه بچه های نازی، من از طرف مادرتون به اینجا اومدم. موافقی یه خورده با هم صحبت کنیم؟ جون، بیا بریم. نه نه ترسین، من نمیخوام اذیتتون کنم. به من اعتماد کنین، مادرتون دلش میخواد شما رو ببینه. بیا بریم. نه نه صبر کنین.
گوش کنین چی میگم، مادرتون منتظر جواب شماست. چندین بار براتون نامه نوشته. نامه‌اشو که خوندی جون؟ مگه نه؟ نامه‌اشو نخوندی؟ جون من میرم. چطور ندیدی جون؟ ببین مادر چندی نامه براتون فرستاده، به آدرس آقای ناکاهاتا پست کرده. راستشو بگو پسرم، نامه ها رو دیدی یا نه؟ حرف بزن. جان من رفتم. صبر کن صبر کن. خیلی خوب پس اینو بخون. باشه جون بگیر بگیرش. نامه ای از طرف مادرت برای تو نوشته، بخونیش و جوابشو بده ببرم. اون منتظر جواب توه. اسم من هونداست، اینجا تو هتل هستم. خب جان بیا دیگه. صبر کن جون. نامه مادرت، نامه رو نوردی، خیال نداری بخونیش؟ جون وایسا. و یه جای قایمشون کرده. اگه این واقعیت داشته باشه خیلی بد میشه. بهتره فردا یواشکی برم هتل. باید این خانمو ببینم، این کار لازمه. چرا نه؟ پدر به ما دروغ میگه، تو اینو نمیفهمی؟ بچه ها بیاییم بریم آب بیاریم. طوری شده؟ در یک روز برفی آسمان تیره و کدر است، فقط آنجا که قازهای وحشی پرواز می کنند کمی سپید به نظر می آید. باد سرد همچون تازیانه بر صورت او فریاد می کشد و او گویی مسخ شده است. مادرتون منتظر جواب شماست. چندین ما براتون نامه نوشته. نامه‌اشو که خوندی جون؟ مگه نه؟ نامه‌اشو حتما دیدی ندیدی؟ خاله یوکی؟ بله. اینجا پستچی نداریم؟ اگه نامه برامون بیاد به دست کی میرسه؟ نامه؟ قرار نامه ها بره با آدرس ناکاهاتا. پس با این حساب یعنی نامه ها به پدر داده میشه؟ آره. چطور مگه؟ توی این مدت ما حتی یه نامه هم از طرف مادر نداشتیم. شاید ما حق نداریم نامه ها رو بخونیم. منظورت چیه؟ مگه تو نامه ای داشتی؟ مسلمه که نامه تو بهت میده. اینو جدی میگی؟ البته. یعنی تو میخوای بگی که پدرت نامه های شما رو قایم میکنه؟ اگه اینطوری فکر میکنی باید بگم که سخت در اشتباهی. از این عرفان از انقضه تو بخور. پدرت همچین کاری نمی کنه. این فکرهای بی خودی چیه که میاد تو کلت پسر جان؟ من این چیزیه که خانومه میگفت. کدوم خانومه؟ این خانومه کیه؟
چی میگفت؟ چرا حرف نمیزنی؟ سلام. سلام عمو جان. خوش اومدی. خسته نباشی. دست شما درد نکنه. جان، یه نامه از طرف مادرت اومده، میگیرش. میدونم که امروز اون خانم مددکار رو دیدین. نامه رو اون خانم از طرف مادرت آورده بود. تو با هوتارو همین امشب بعد از اینکه نامه رو خوندین جوابشو بنویسین. اگرم بخواییم میتونی خواهیتون باش صحبت کنین. جان، من اینو از شما ها مخفی کردم. قبل از این چند تا نامه دیگه هم بوده. من اونا رو از بین بردم. من سوزوندمشون. خودم این تصمیم رو گرفتم. میدونم که رفتی خونه یه تصمیمی رو تحقیق کردی، ولی تقصیر خانواده یه نکاتا نبوده. اونا نامه رو به من دادن. خاله یکی کم چیزی از این موضوع نمیدونه. من تنها مسئول بودم. پدرتون آدمی بیارزشی نیست. دلم نمیخواست شماها رو از دست بدم. حالا اگه این جرمه، حاضرم تاونشو بدم. من همیشه خوبی شما رو میخوام. جون و هوتاروی عزیزم، حالتون چطوری؟ خوب غذا میخوری؟ خوب میخوابی؟ سردتون که نیست؟ چیزی لازم نداری؟ امیدوارم مشکلی نداشته باشین. راستی مدرسه میری؟ درس میخونی؟ اگه مشکلی دارین برام بنویسید. Thank you.
تو نباید خودتو سرزنش کنی. منم بودم همین کارو میکردم. اون نامه ها باعث میشه بچه ها دو هوایه بشن. روز بعد پدر منو برد به هتل تا اون خانومو ببینم. بیا تو عزیزم. چه اتاق گرمی. انگار که برگشته بودم به شهر. احساس عجیبی داشتم. خب نوشیدنی دوست داری؟ حتما گرسنه هستم؟ نه اصلا. آه تعارف نکن پسرم، منم گرسنه‌ام، با هم یه چیزی میخوریم. نه من واقعا اشتها ندارم. اینجا اتاق 505. لطفاً نوشیدنی و ساندویچ برای دو نفر. اوخ جون ساندویچ، مدت ها میشه ساندویچ نخوردم. هوتارو رو چرا با خود نیاوردی؟ اون هنوز بچه هست. که اینطور. راستش از دست اون عصبانی بودم. دیشب هرچی بهش گفتم با من بیاد بریم قبول نکرد. گفت نمیخواد بیاد. نمیدونم چه فکری میکنه. کاراش برام عجیبه. یعنی اون مادر رو دوست نداره. به چی داری فکر میکنی ها؟ هیچی خانم. میدونی مادرتون خیلی دلش براتون تنگ شده. تفلکی هر روز گریه میکنه. قبول کن که زندگی اینجوری خیلی سخته. باور کردنش مشکله که پدرت نامه ها رو سوزونده باشه، ولی متاسفانه این کارو کرده. دیروز جلوی آقای ناکاهاتا خودش اعتراف کرد. آقای ناکاهاتا شوکه شده بود. راستی نامه دیروزی که به دستت رسید خوندیش؟ بله. جواب دادی؟ بعدن می نویسم. باشه. پدرتو بیشتر دوست داری یا مادرتو؟ خب؟ نمی دونم. شاید سوال سختی ازت کردم. خب یه سوال آسان‌تر. توکیو و هوکایدو چی؟ ترجیح میدی کجا زندگی کنی؟ من میدونم این اتاق گرمه، ولی جایی که الان زندگی میکنی چی؟ اونجا هم گرمه. یه دفعه برگشتی بری توکیو، ولی تو را تغییر عقیده دادی. چرا؟ مادرم معمولا وقتی پدرم با دوستای خودش مدت‌ها تلفنی صحبت میکرد سیگار میکشید. چند وقتی بود که این عادت رو پیدا کرده بود و من اون شب وقتی بیدار شدم که برم توالت
متوجه این موضوع شدم. چراغ اتاق نشیمن هنوز روشن بود و مادرم داشت با تلفن حرف میزد. همیشه وقتی پدرم خاکستر سیگارش روی موکت میافتاد، مادرم شدیداً بهش اعتراض میکرد و این باعث بگو مگو میشد. ولی حالا خاکستر سیگار خودش داشت میریخت. اصلا مامان یه خورده عوض شده بود. البته به من و خوتارا کاملا میرسید و درس مدرسه‌مون رو حسابی کنترل میکرد، ولی نسبت به پدر یه جور دیگه شده بود، شاید بی تفاوت. و من با تمام بچگیم اینو احساس میکردم. سیگارش داره میریزه، باید بهش بگم و الا موکت میسوزه. مادر، مادر، چی شده؟ حواست به منی یا نه؟ چند روز بعد بود که بگو مگوی اونه دوباره شروع شد. این دفعه پدرم خیلی ناراحت و عصبانی بود و مادر بدون توجه به ناراحتی پدر شدیداً بهش اعتراض میکرد که چرا خاکستر سیگارش موکتو سوزونده، در حالی که حق با پدر بود. من خودم اون شب شاهد بودم که خاکستر سیگار مادر افتاد رو موکت، ولی چجوری میتونستم اینو بگم؟ اون وقت اوضاع خرابتر میشد. بیشتر وقتا که سر صدا بلند میشد، مادر فکر میکرد که تقصیر پدر بوده و پدرم بیشتر قبول میکرد. ولی اون دفعه رو به هیچ وجه زیر بار نمیرفت، چون تاکید داشت که من مواظب بودم و اینجای آتیش سیگار من نیست. تفلکی پدر چقدر زحمت کشید که اونجای سوخته روی موکتو یه جوری درست کنه، ولی نشد که نشد. گوش میکنی چی میگم؟ بله. به نظر تو اینطور نیست؟ من نمیگم پدرت مرد بدیه، ولی اون... گوش میکردم. بله، هم گوش میکردم و هم حواسم جای دیگه بود. تمام وقایع گذشته مثل سینما از جلوی چشام رد میشدن. اتفاقاتی که در گذشته خیلی ساده از روش رد شده بودم، حالا برام مهم شده بود و نمیتونستم بهش فکر نکنم. حالا که فکر میکنم، پدر چقدر ساده و مظلوم به نظر میرسید. الو، روزتون بخیر. میخواستم با توکیو صحبت کنم. 20425. دوست دارم مادرمو ببینمش. زندگی در توکیو خیلی بهتره. پیش پدرم همیشه ناراحت، همینجا خیلی سرده، وسایل زندگی نداریم. ولی با تمام این حرفا، این خانم هیچ ارتباطی با هوتارو و پدر من نداره. اگه مادرم چیزی درباره پدرم بگه مهم نیست، ولی دوست ندارم یه غریبه از پدرم بد بگه. جان، بیا حرف بزن، مادرته. پس چرا مرددی؟ الو جون، صدات نمیاد عزیزم. جون پسرم. الو خانم ریکو، جون اینجاست، میخواد باهاتون صحبت کنه. جون، نمیتونم احساس خودم رو درک کنم. متاسفم مادر، متاسفم که نتونستم با شما حرف بزنم. نمیخواستم اینجوری بشه. نمیدونم چرا یهو این تصمیمو گرفتم. انگار یکی بهم گفت برو، برو، نباید باش حرف بزنی. نمیدونم چرا، ولی من به این صدا گوش کردم. یه احساس عجیبی دارم، کلافم. نمیدونم چی کار باید بکنم. نمیدونم. زدی با مادرت صحبت کردی؟
از ماجرای اون روز چیزی به هوتارا نگفتم. اونم چیزی نپرسید. اون شب خواب مادرم رو دیدم. صدای موسیقی شنیده می شد و مادر جلوی آینه بود. فکر میکنم تو آرایشگاه روز در محل کارش بود. تنهای تنها. ولی انگار منم اونجا بودم. مادر با هم صحبت میکرد. صداش مثل همیشه گرم و قشنگ بود. جون پسرم، اگه به کسی که منتظر شنیدن صدای توی تلفن کنی به اندازه دنیای اونو خوشحال کردی و تو امروز اینو از مادرت دریغ کردی، نباید به خودت تردید راه بدی. به امید آینده و شنیدن صدای تو. برای مدتی نمیدونستم کجا. فکر کردم که خواب نبوده. فکر کردم که مادر واقعا داشت اینو میگفت. انگار همونجا حضور داره و با هم حرف میزنه. گرمی نفسش رو حس میکردم. چه رویای گرم و شیرینی. دوست داشتم همینطور ادامه پیدا می‌کرد.